به جا نمیآورم. غریب هستیم. چطور مرا به جا نمیآورید؟ جناب بزاز، من شبان هستم، گله میچرانم. حرفت چی شبان؟ پارچه میخوایی؟ طلبم را میخواهم. طلب؟ آری طلب. کدام طلب؟ کدام طلب؟ گویا دچار نسیان شده جناب بزاز. بهای پشم گوسفندان را که بردید میخواهم. پشم گوسفندان؟ کدام گوسفندان مرد؟ پشم گوسفندان مرا به چه کار آید؟ هزیان نمیگویی؟ سبحان الله. پشم گوسفندان را برده ای، انکار هم میکنی؟ انصاف داشته باش مسلمان. این اباطیل چیست که سر هم کرده ای؟ پشم گوسفندان مرا به چه کار آید؟ برو خداوند روزیت را جای دیگری حواله کند. برو بگذار به کار و کاسبی من برسیم. استغفرالله. جناب بزاز را همه میشناسند. تو چگونه نشناختی؟ سندی، مدرکی، شاهدی برای چنین روزی که نتواند انکار کنه؟ خوش باور، دستت خالی است؟ چگونه میخوای مدعی شوی؟ باورم نمیشد آقا که روزی هاشا کند. آخرین مرام مسلمانی نیست. اعتماد ظاهر را نشاید، باطن را جستجو کن. به هر تقدیر شده آنچه نباید بشه. تأمل کن تا چاره‌ای بیابی. خداوند عاقبت به خیرت کند مسلمان. کلامت بوی خیر میدهد. به امید خدا قدم پیش میگذاریم، باشد که حق مظلوم از ظالم بستانیم. آن چرا میگویم خوب به خاطر بسپار، مبادا خطا کن. ای به دیده منت، سراپا گوشم برادر. طلا؟ آری، هفت خمره طلا. راز بزرگی است که می بایست محفوظ بماند و الا ممکن است آن را از کف بدهی. به من اعتماد داشته باش و ماجرا را برایم تعریف کن. از جانب شما خیالم آسوده است. میدانم که امین هستید، به همین سبب نزد شما آمده ام. سلام علیکم. علیکم السلام. حاجتی داری؟ بهای پشم گوسفندانم را. اینک گرفتارم، میبینی که به وقت دیگری واگذار. به سلامت. خب بفرمایید. و اما قضیه از این قرار است که نیمه شب گذشته خب از شهر خارج شدم و به کوهستان رفتم. در دل کوهستان به غاری رسیدم و داخل غار شدم. خب جوانی را دیدم در بند خب که نفسهای آخر را میکشید. به محض دیدن من جان تازهی گرفت و به سخن آمد که مدت هاست در این غار در بند است و امیدی به زندگانیش نیست. در انتظار کسی بوده که رازی را با او در میان گذارد. ارباب، من باید برگردم پیش گله. خدا را خوش نمی آید که اینقدر معطلم کنید. بهای پشم گوسفندانم را. مگر حرف حساب حالیت نیست ابله؟ گفتم که بعد مراجعه کن. به امان خدا. ای
دست از سرمون بر نمی دارند. مردمداری هم برای ما شده است دردسر. بله مردمداری دردسر شده. خب بفرمایید بقیه ماجرا را برایم تعریف کن. گفت انگشتری در دست من است. خب که راز هفت خمره طلا در زیر نبین آن است. خب به بعد از مردن من که دیری نمی باید راز را بکشا و به سراغ خمره های طلا برو. اندکی از آن را خرج کفن و دفن من کن و اما بقی از آن خودت. بعد انگشتر را بیرون آورد و به من داد. انگشتری را به تو داد؟ آره انگشتری را به من داد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. ارباب طاقتم تاب شده است، دیگر توان ماندن ندارم. من باید به سر گله برگردم. بهای پشم گوسفندانم را دم فرو بند ابله. دم فرو نمی بندم، کار به استخوانم رسیده. ایا ارباب خاری شده جناب بزاد برادر؟ راه وصول طلب چه این چونینی؟ آن هم از آدم امین و درستکاری همچون جناب بزاد. برادر شما را به خدا قضاوت کنید. این مرد دم فرو بند ابله. طلبت را میدم. چه مقدار طلب داری؟ 50 دینار. خود گفتید 50 دینار. بیا. بکیر و کورت را گم کن. برو. به خیر گذشت. سوء تفاهمی پیش آمده بود جناب بهلول. فیصله پیدا کرد. خب بگذاریم، برگردیم سر اصل ماجرا. که گفتی انگشتری را به تو داد. آره بعد راز را از زیر نگین انگشتری بیرون آوردم و به جستجو پرداختم. تا آنکه خمره ها را به چنگ آوردم. بعد هفت خمره پر از طلای ناب. با زحمت زیاد یک خمره را از زمین بلند کردم و چند قدمی جلو رفتم. اما یک مرتبه پایم به سنگی برخورد و به زمین افتادم. بعد وقت افتادم خمره از دستم افتاد و شکست. به محض شکستن خمره از خواب پریدم. اطرافم را نگاه کردم، نه خمره بود و نه طلا. این جمله را در خواب دیدم، لذا نزد شما آمدم تا خوابم را تعبیر. که گفتی خوابت را تعبیر کنم. پس بمان تا تعبیر کنم.